ترین و صمیمانه ترین درودها حضور همه شما بینندگان عزیز و گرامی. برنامه با بزرگان موسیقی رو مشاهده می‌فرمایید. بینندگان عزیز و گرامی، در برنامه امروزمون از یک هنرمند مردمی یاد خواهیم کرد، هنرمندی که سالیان سال در ایران برای علاقمندان خودش برنامه اجرا می‌کرد و خب وقتی هم به خارج آمد کماکان این فعالیت رو دنبال می‌کرد و کارهای بسیار شنیدنی و ماندگار هم در آمریکا اجرا کرده. ولی اون زمانی که بنده شنیدم این هنرمند گرامی کسالتی داره و مشکل براش سخن گفتن، سعی کردم که به دیدارش بروم. رفتیم به منزل هنرمند شایستمون آقای علی نظری، چون خیلی از شما هموطنان ارجمند سراغ علی نظری رو میگیرید، بارها عنوان کرده بودید که حال روزگارش چگونه است. فکر کردیم که یاد این هنرمند همیشه هستیم و عرض کنم که براش آرزوی بهبودی داریم، آرزوی سلامتی دارم. ولی آقای نظری الان دیگه واقعا مشکل سخن بگه. این برنامه‌ای که مشاهده خواهید کرد، دو سال پیش به منظرشون رفتیم، گفتگوی بسیار صمیمانه با هم داشتیم، ولی سخنی گفتیم. از فعالیت های آقای نظری بنده سوال کردم. میدونید که آقای نظری هم میهنان ارجمند گرامی، هم آهنگساز توانایی، هم شاعر واقعا خوش‌ذوقی. بیشتر کارهایی که اجرا کرده هم آهنگش خودش ساخته، هم ترانه رو خودش گفته. به هر حال یادش رو همیشه ما گرامی میداریم، آرزوی سلامتی کامل براش دارم و فکر کردم که شما که این هنرمند رو دوست میداری، مشتاقید که حالا هم چهرهش رو ببینید، هم حرفاش رو گوش کنید، هم بعضی از کاراش رو. یه پلی هم میزنیم در همین برنامه به گذشته های دور، که یک برنامه در تلویزیون خود بنده اجرا میکردم و هنرمندان مردمی رو هم در این برنامه دعوت میکردیم. آقای نظری و همینطور عرض کنم که آقاسی، حسن شجاعی، خانم گیتا و هنرمندان دیگری بودن در اون برنامه. اون قسمتی رو که آقای نظری برنامه اجرا میکنه در همین برنامه اون رو به صورت گنجوندیم که شما هم مشاهده بفرمایید. خب دوستان عزیز، اجازه بدید که قسمت هایی از این گفتگو رو، چون خیلی مفصل دو ساعت من باشون گفتگو کردم، همش که نمیتونیم پخش کنیم، یه قسمت هاش رو با هم ببینیم. به یاد علی نظری هستیم، باز هم تکرار میکنم، براش آرزوی سلامتی کامل داریم. هنرمند دوست داشتنی، افتاده و بسیار بسیار گرامی است، استاد علی نظری. با هم میبینیم، خواهش میکنم. آقای نظری، شما چندین ترانه دارید که بنده اون موقع یادمه که خود ما همون دوران که تحصیل میکردیم، واقعا همکلاسی های خود ما دقیقا این ترانه ها رو میخوندن و خیلی از جوانهای اون زمان، من فکر کنم که الان شاید به میانسالی رسیدن، وقتی من این مطلب رو میگم برمیگردم به اون روزها. حسن بزرگ کار شما اینه که خواننده با احساس، هنرمند با احساس هستید، که خودتون شاعرید. بله. ولی آهنگارم شاعر که چه هست، ولی کلماتی رو بالاخره بیان میکنی. یعنی اگر ملودی هم کسی دیگه ساخته، خود شما به اصطلاح ترانه رو گفتید، واژه رو خود شما گفتید. بله بله، بیشتر یعنی چیزایی که مثل ده همون آهنگی که ساقی میمد دیگر، تا مستم از نگاه تو، ای عشق تو گناه من. نمیدونم، یادم نیست. به هر حال این آهنگ ها رو، شعراشون رو شما خودتون عرض کنم که میگفتید. بله. و جالبه اینا. بله. خب مثلا الان بلافاصله من میدونم خیلی از بیننده ها میگن که آره چه به این سنگ صبور سوال کنید. بله بله، اینم مثلا شعر شما خودتون بودید. بله بله، شعر و آهنگ، بله، هر دو از خودم. ببینید، با استادانی مثل امیر پازوکی خدا بیامرز و آقای ناصر تبریزی، اینا واقعا معرکه بودن. اینا آهنگای قشنگی می ساختن، منتها همیشه خدا آن چیزی که خودم می ساختم
تصور میکنم، البته تصور میکنم که با هنجری من بهتر در خب طبیعیه. یکیش سنگ صبور بود که مادرم قصهش رو واسم گفت که من به شعر در آوردم و در تهران اونو صفحه کردم. یعنی در واقع سنگ صبور میتونیم بگیم که الهام بخش از مادر ارجمند شما بوده. بله بله، شما الهام از داستانی که مادر تعریف کرده گرفتید و این اشعار رو سرودید و این آهنگ رو ساختید. بله بله. خب آقای علی نظری، اولین آهنگی که از شما پخش شد به صورت یک خواننده حرفه‌ای کدوم یکی از این ترانه ها بود؟ ترانه بود به نام برمزار مادر. بر بر. اینو استاد که با قاسم جبلی ویالون میزد، آقای سلمکی، استاد سلمکی، ایشون محبت کردن و بسیار ممنونشون هستم که اخیراً مثل که اومدن آمریکا. بله من شنیدم. این همون آقای سلمکی است که همسرش هم خانم نرگس بود. بله 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 چی بود اون آهنگ معروفی که با خانم نرگس اجرا کردن؟ یادم نیست. بله متاسفانه یادم بود ها، یادم رفته. پس ایشون آهنگش رو ساخته بودن ها؟ نخیر. ایشون تنظیم کرده بودن؟ ایشون فقط با ارکستر برای اولین بار زدن. با اینقدر هم قشنگ زدن که گفتم دیگه استاد همین کافیست. گفت که یه تمرینی، گفتم نه بسیار جالب بود. بله کلامی که از دل برایت به قول مشهور لاجرم بر دل نشیند. آقای علی نظری، به بینندگان ارجمند ما بفرمید که شما اصلا بچه کجا این کجا متولد شدین؟ این سوال نکرده بودن. حضورتون از شود که بین اهواز و دسفول یه دهی هست به نام کهنک و من اونجا متولد شدم و بزرگ شده اهوازم، یعنی اهل جنوب، همونطور خطه جنوب ما که مشهور است به مردمان بسیار خونگرم، دوست داشتنی، مهربان. نه واقعیت اینو همه ما در ایران از همون نوجوانی میدونستیم که مردم شریف ما برحال اساتید و بزرگان همواره اشاره میکردن به جنوب و خونگرمی مردم اونجا، محبتشون و مهرشون. شما از خطه جنوب در واقع آمدید و با خودتون گرمی آوردید به محافل هنری مملکت خود ما ایران. تشکر از محبت. من یادم میاد قاسم در سینمای پارس بود دیگه، هم چه اسمی داشت نمیدونم، فکر میکنم پارس بود. بله. اونجا برنامه داشت و من 14-15 سالم بود، نمیدونم چند سالم بود. بله. و تصور میکردم همینطور که قبلا این شنیدم البته. بله. از یه دوستی که تصور میکردم که قاسم منو میشناسه، قاسم جبلی ها، در صورتی که اون استاد قاسم جبلی که آخه برنامه اجرا میکرد چیز آقای کی بود، خدایا معروف شد به ویالون اولی هم که اسمش یادم رفته، هم که با آقای جبلینا کار میکردن، اون که چیز ویالون میزد، قد بلندی داشت، اخیرم فوت کردم. بله الان میدونم که رو میخوام بگیرم، قشنگ من یادمه چون تو برنامه خودم هم در رادیو باشم مصاحبه کردم، به اتفاق بعضی از هنرمنده آمده بود، من هم اسمش یادم رو، ولی تو همین برنامه حتما یادم میاد خدمتون عرض میکنم. بله بسیار جوان رشیدی بود و بله 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 ایشون ویالون دوم آقای همون سلمکی بودن. بله ویالون دوم بود، بچه بود واقعا بود. آره بله من یادم میاد و اخیرن بسیار همین که لیلی ساخته، اسمش چی بود؟ لیلی، آهنگی معروفی بود به نام لیلی، نالا یادم رفت الان اسمشون رو، من به خاطرم میاد خدمت شما میگم. دقیقا الان منظور من
یعنی منظور شما رو بنده میدونم کدوم هنرمندی، اسم خیلی خوبی داشت، چهرهشون الان دقیقاً به خاطر من است ولی اسمشون را نه سیاوش ها، نه سیاه که بیانو میزن، نه نه سیاوش هم بسیار قشنگ، منظور سیاوش زندگانی رو میفهمید؟ آره دیگه همون هم اون گرد میکنم بله میفهمید. ولی یک کسی بود که آقای سیاوش تو آمریکا بود، اون تو ایران معروف شده بود. خب شما الان اشاره کردید به سینمای تاج ها، که اونجا گفتید که قاسم برنامه جام، که من سینما پارس خب عرض کردم. قاسم منظور کی؟ قاسم جبلی بود؟ قاسم جبلی بله، استاد قاسم جبلی بله. خدا بله. روش شاد بکنه. بله بله ما ازش شاد کردیم بله. یه برنامه هم در همین برنامه اختصاص دادیم به آقای قاسم جبلی. واقعا قاسم جبلی هم از اون هنرمنده بود که آقای علی نظری بیگه شاید کسی به شهرت اون نرسید در اون زمان، هیچ بنی بشری اصلا. اصلا قاسم معرکه بود. من یادم میاد بچه بودم هر وقت این میخوند از رادیو اصلا بال در میوردم، میگفتم این بهترین صدا رو داره. خدا شاده اون موقع مثلا سرمکی خیلی جوان بود ولی بیان چی سنتور میزد بیانو میزد. بله بله اصلا یادم. معرکه بود این چیز سلمکی که باش کار میکرد با آقای با قاسم جبلی. با قاسم جبلی بله. بله من حتی یادمه که تو کاراشون که نگاه میکردم بعدها عرض کنم که خود زندیاد اسدالله ملک، اسدالله ملک همون ملک، آخه اسدالله ملک منظور بود، اسدالله ملک خیلی جوان خیلی. بود بله اسدالله آره ملک اینقدر جوان بود که اصلا بله ویولون دوم ارکستر سلمکی فرمودی بوده بعد بله. بعدن خب یکی از نوازنده های واقعا پرآوازه ایران شد، به خصوص در نواختن ویولون و چه ملودی های قشنگی هم خودش ساخت که خیلی از خواننده ها خوندن. گرد کردم خدمتون اون لیلی معروف، گریه لیلی. بله 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 درسته، گریه لیلی. بله 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 من یادم را تو گریه چه بگم نه درسته نه، بلکه این قطعه بعدم با ارکستر بزرگم اجرا شد در میدانک در استودیو شماره 8 که خیلی زیبا تنظیم شد و زنده یاد عرض کنم که آقای معروفی اون رو تنظیم کردند و خودشون رو رهبری کردند و تصادفاً ویولونش هم خود اسدالله خان ملک نواخته. کار فوق العاده جالبیه، شاید در یکی از برنامه اینو بتونیم پخش کنیم. خب آقای علی نظری، حالا ما میخواییم برگردیم به اون روسا. من از شما تعدادی کار دارم ولی اینا دیویدی نیست، اینا سیدیه. میخوام به اون زمان که واقعا تصویر برداری نمیشد، خیلی بعدها البته شد، حتی یه برنامه بنده خاطرم از شما بودید، آقای آقاسی بودن زنده یاد، حسن شجاعی بودن و بله 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 دیگر بودن، شما هم اونجا حضور داشتید و برنامه اجرا کردید. اگر شما موافق باشید من میخوام یه قسمتی از اون رو که شما برنامه اجرا کردین پخش کنیم. خاک. بله اونجا خاک. این رو پخش میکنیم چون تصویریه اون برنامه، ولی خب اون موقع برنامه هنوز در تلویزیون ما رنگی نشده و سیاه سفید بود. اینه که بله تهیه کننده اون برنامه هم آقای مصطفی گلاور بودن. بله بله این رو با هم ببینیم، برمیگردیم دنبال میکنیم گفتگوی خودمون رو با آقای علی نظری. عرض کردم که ما اومدیم خدمتیشون، الان در منزل آقای علی نظری هستیم به اتفاق آقای فریدون میرفخرایی که همکار عزیز ما و فیلمبردار نامی هستن. خب شما هم ملاحظه کنید بینندگان ارجمند، برمیگردیم دنبال میکنیم گفتگومون رو. خسته نباشید خانم گیتا، خسته نباشید خانم گیتا، بعد از خانم گیتا اجازه بدید که نوبت به علی نظری، آقای علی نظری اون ترانه معروف رو شما خاطر کنم آقای رسته بابا اجازه بدید آقای نظری میدونم خود ترانه سوتو بله خدمتتون کنم که آهنگای معروف خیلی داره ولی سنگ صبور رو از همه معروفتر شده. نه سنگ صبور، اون یکی چیه اسمش؟ سوگن به دلهای شکسته با اون صدای خودم
بذار دیگه من سوگرم دیگه خواهی شده. خب اجازه بدید که خود آقای نظری صحبت کنه. آقای نظری فرش میکروفون تن دستم بیرم. بله بزرگ که سوگند و میشه گفت که ششمون آهنگی بود که من بردم. درست. اول مادر بود. مادر بود. بعدش یعنی بود خیلی قدیمیه خواستگاری. اون موقع جوان بودیم دیگه. خندم جوانه یعنی. نه جوان که میگیم آقای شجاعی نگاه میگن آقای شجاعی جوانه؟ جوانه بله. من جوانه. اون زرنگی میگم. موهاشو رنگ میکنه. تو نمیدونی. خب مثل که قرار بود دیگه که آهنگ تازه بخونیم. اول بعد یک از آهنگ. نه. قرارش سوگند رو بخونیم. بخونیم بعد آهنگ جدید رو خواهش میکنم. پس اول سوگند رو میخونیم. خواهش میکنم. به مذهبش تو خدای منی به خدا بندی خدا سوگن خروب گریت الهی هر شب اون که ما را از هم جدا کرد شمع عمرش نمیرد اکنون که وجود من
خراب کنال کرد دلش از غصه خون شود جانش به نباید غمش بودیم گردن اون که قلبی بناتی شد را به فراقی تو مختلا کرد مگه پرداز عاشقانی منم بوجی دریای بی کران منم آقابت بین شد نمیمیرم آقابت بین شد نمیمیرم در دیار غمت روانی منم مرد آوانی زمانی منم آدمی جا بدا نمیمیرم آدمی جا بدا خب آقای نظری در مورد اون ترانه جدیدتونم توضیح بدین گفت که آهنگ جدید میکنم بله شعر و آهنگی اخیراً ساختم به نام خاک خاک اگر به خاک دیدی از شاخ جدا شقایقی را افتاد اگر به خاک دیدی از شاخ جدا شقایقی را یا در دل موج سهمناکی طوفان به شکست قایقی را ای عشق مرا نکرده باور اون لحظه مرا به خاطر آور بهار جای شبنم بر گونه گل تگرگ دیدی گر صبح بهار جای شبنم بر گونه گل تگرگ دیدی یا سید به خون کشیده ای را افتاده به دام مرگ دیدی ای عشق مرا نکرده باور اون لحظه مرا به خاطر اگر به خاک دیدی از شاخ جدا شقایقی را یا در دل موج سهمناکی طوفان به شکست قایقی را ای عشق مرا نکرده باور اون لحظه مرا به خاطر آور ای عشق مرا نکرده باور اون لحظه مرا به خاطر آور شبنم بر گونه گل تگر دیدی گر صبح بهار جای شبنم بر گونه گل تگر دیدی یا سید به خون کشیده ای را افتاده به داب مر دیدی ای عشق مرا نکرد باور اون لحظه مرا به خاطر آور ای عشق مرا نکرد باور اون لحظه مرا به خاطر آور
گر عاشق و بیقرار گشتی در دشت جنون بیکرانه سرگشت تر از غبار گشتی یا پیر شدی چو من دریغا یا پیر شدی چو من دریغا از آینه شرم سار گشتی ای عشق مرا نکرد باور آن لحظه مرا به خاطر آور ای عشق مرا نکرد باور آن لحظه مرا به خاطر آور همیشه یاد من باش من یاد تو بودم همیشه من هر غزل و ترانم را بهر تو سرودم همیشه هر صبح پس از نیایش حق هر صبح پس از نیایش حق من از ته دل دعا کردم هر صبح پس از نیایش حق هر صبح پس از نیایش حق من از ته دل دعا کردم در قصر بلور کهکشان ها فریاد زنان صدا کردم ای عشق مرا نکرد باور یک لحظه مرا به خاطر آور ای عشق مرا نکرد باور یک لحظه مرا به خاطر خب این رو مشاهده کردید چقدرم الانم آقای نظری عزیز ما خب جوانم ولی خب اون دیگه مال دوران نوجوانی بود خود بنده هم در کنارشون نشسته بودم چقدر عرض کنم که خود بنده هم در اون سنین جوانی بودم دیگه به هر حال همه ما این مراحل رو طی کردیم و بسیاری از دوستان بنده خودم رو عرض میکنم این 34 سال که این حوادث در مملکت ما رخ داده اینا رو انگار اصلا به حساب عمر نمیگذارن وقتی این چیزها رو میبینن فقط اون قسمت رو که واقعا زندگی تو هم با آرامشی داشتن اون رو به حساب عمر میگذارن در حالی که 34 سال بر عمر همه ما اضافه شده بسیاریمون در کشورهای دیگر به قول مشهور اقامت کردیم و زندگی میکنیم برای همه این هنرمندان آرزوی سلامتی و تندرستی داریم خب آقای نظری عزیز این کارا رو بینندگان ارجمند ما مشاهده کردن میخواییم حالا باز هم برگردیم به زندگی خود جناب عالی که آمدید به تهران از اهواز و فعالیتاتون آغاز کردید و از آقای تلمکی یاد کردیم از زنده یاد اسدالله ملک و حالا برمیگردیم به کارهای خود واقعا علی نظری گرامی میخواییم ببینیم که علی رسوب به خاطرتون مونده که شما در طول همه این سالهای فعالیتتون چند اثر نوشتید و اجرا کردید و ضبط شده صفحه شده یا بعداً کاست شده خیلی خیلی زیاد میشه گفت نزدیک به 100 خورده‌ای آهنگ و شعر بوده که خودم گفتم اینا رو ولی آهنگایی هم هستن که دیگران مثلا برام ساختن شعرهایی هم هستن دیگران ساختن ولی اون چیزی که خودم ساختم نمیدونم خودخواهی البته گاهی اوقات زنم سخن میگه صحبت میکنه به من و میگه که بابا بگذر از این مسائل یعنی اینقدر خودخواه نباش منظوریشون اینه نه این خودخواهی نیست اینا که به نظر بنده باید اینا ثبت بشه این یک واقعیت اینا بخشی از کارهای هنری که انجام پذیرفته برمیگرده به تاریخ هنری مملکت ما باید اینا نسل‌های آینده بدونن جوانایی که الان
دارن این برنامه‌ها رو مشاهده میکنن بدونن که آقای نظری کی بوده، کارش رو چگونه آغاز کرده، با چه مشکلاتی مواجه بوده، و این هنرمند وقتی حالا ظاهر میشه اینو باید بدونن که بعضی ملودی ها رو خودش ساخته، اشعارش رو کماکان 90% خودش سروده، خب بعضی کارهایی که هنرمندان و آهنگسازان دیگه دادن ایشون اجرا کردن، ولی این در پرونده شما الان 150 اثر موجوده، 135 تا 135 اثر، خب این حساب کردن هستی که خودتون حساب کردید. آره حضورتون هست شود که باخشید. نه خواهش میکنم، نه خواهش میکنم، راحت باشید برمید. اون یه ترانه فرمودید که اول آهنگی که خوندی چی بود؟ بله. همون برمزار مادر بود که عرض کردم خدمتون، شعر و آهنگ خودم ساختم، و از اون به بعد سنگ صبور، مثلا همون سنگ صبور اگر حساب بکنیم یه مقداریش عربیه. بله. چرا؟ اینجایی که میزنه میگه تا 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 لا 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 لا، این عربیه، این گرفتم از عبدالوهاب، محمد عبدالوهاب خواننده بزرگ. بله حضورتون هست شود که الان یاد اومد که اسامی متاسفانه یادم میره، خیلی بده، خیلی خیلی بده. نعیم نداره، من یادم همین کار شما رو، ببینید انقدر این کار گل کرده بود که خواننده هایی که الان دیگه خودشون رو خیلی خوبرته موفق هم شدن، مثال میزنم مثل خانم گوگوش، من یادمه در رادیو خانم گوگوش حضور داشت و همین ترانه سنگ و صبور رو اجرا کرده. من دارم این واقعی یده نه تنها خانم گوگوش، آقای کی بود، خدای خواننده‌ای بود که خیلی معروف بود، صداش بسیار دلنشین بود، آقای اسمش یادتون رفته دیگه، الان زنده هستن؟ نه خیلی وقت بود کردن، یعنی ایشون هم اجرا کردن. بله بله بله، روان بخش که نبود، نه همون روان بخش. بله آقای روان بخش. نه خواهش میکنم. بله این کار رو خیلی ها میخوندن، عرض کردم که این بین توده مردم، من 78 سالمه، شوخی نیست. نه واقعا اینی که فراموش میکنم خدا شاده، الان مدت هاست که اصلا هیچ کدوم از این رفاقا مثلا حالی از ما بپرسه که چی میکنی چی نمیکنی فلانی. خب آقای نظری ببخش، متاسفانه عرض کردم که یک کارهای الان انجام میپذیره در رادیو و تلویزیون علل اصول در غربت، متاسفانه مدیران هم تلویزیون ما هم رادیوی ما زیاد به این نکات توجه نمی کنن که آقا بالاخره این موسیقی و این موسیقی مدرن یا موسیقی پاپ اینا یه جایگاه خاصی داشته. آقا هر چیزی رو که نمیشه عنوان بهش بدی ترانه پخش کنی. واقعا بعضی وقتا من میشتفم میبینم که اصلا یه شعرهای بی سر و ته که اصلا هیچ معنی و مفهومی نداره، این داره به نوعی لطمه میزنه هم به ادبیات ما هم به سلیقه مردم. آقا دارن گوشهای مردم رو خراب میکنن، ببخشید. آخه نمیشه که آدم اومدن یه ساز الکترونیکی یاد گرفتن دیگه، نه آهنگساز میخوان، نه تنظیم کننده میخوان، نه ترانه‌سرا و شاعر، خودشون میشینن با اون ساز الکترونیکی یه چیزهایی سرهم میکنن، بعد میگن آقا ما آهنگ ساختیم، خودمونم شعر چه گفتیم. خب این زیبا نیست، این برمیگرده به اینکه یه مسئولیتی باید این رسانه‌های ما حتی در غربت داشته باشن که توجه بفرماین، که متاسفانه در این مورد کم لطفی میکنن دیگه. خب برگردیم به صحبت خودمون، داشتین میفرمودین که من درس کردم این ترانه سنگ صبور رو خیلی ها خوندن و شما اشاره کردید که 137 اثر تا کنون اجرا کردید. بله بله حضورتون هست شود که سوگن بود و همون که عرض کردم خدمتون اول آهنگ مادر بود و بعدش هم نمیدونم حالا سوگن بود یا چیز بود، فکر میکنم همون سنگ صبور بود.
سنگ صبور بود و سوگن بود و خیلی خیلی شما کارهای فوق العاده ای دارین. حالا ما همجوری بدون اینکه به شما بگیم اومدیم خدمت شما. قبلا باور کنید بینندگان ارجمند یک واقعیت صادقانه خدمتتون تلفن کردم به آقای نظری گفتم که ما میخوام بیام منزل شما. ایشون هم که همواره در خانهشون واقعا به روی همه بازه با خیلی سه ساعت ما رو پذیرفتند و اظهار خوشحالی هم کردن از اینکه بالاخره خدمتشون برسیم و هم دیداری تازه بشه، هم گفتم یک گپ به قول مشهور خودمانی بزنیم از اون روزهایی که آقای نظری در ایران بودند و خب میدونید که تا چه اندازه‌ای در اون مملکت ایشون مؤثر بودن، محبوب بودن، همه جا حضور داشتن، برنامه‌هایی که شب‌ها اجرا می‌کردن به اون حالا خواهیم پرداخت. و در غربت هم من خودم در زمانی که در رادیو صدای ایران بودم شاهد بودم که کماکان فعالیت می‌کردن، آثاری هم در همین آمریکا ایشون شعرش خودشون گفتند و اجرا شده و ضبط شده و بیشتر شما اینا رو شنیدید و حتی میتونم بگم کاستاش هم دارید. خب در خدمتتون هستم آقای نظری. بله این حضورتون هست شود که این زمین و شعرش رو میخوام دکلمه کنم اگه دوست داشته باشه. فوق العاده هست، خواهش میکنم. میگه که زمین تب کرده می سوزد زهرم کوره خورشی و خاک تشنه له له می زند در حسرت باران، بخار از سنگ های سوخته تن می کشد بالا، دهان وا کرده چون آتش فشان خورشید تابستان، و زهر زهر در رگهای من جاری است، نفس می آیدم تا لب به دشواری به دشواری به دشواری. تو می آیی چو آزادی که می آید همه قفل زبانها باز می گردد، تو می آیی چو آزادی که می آید دوباره زندگی آغاز می گردد. غروب آمد شتابان و بساط خیش را برچید، چو گل خندید بر آغوش دریا دختر خورشید، و پنهان شد در آب نیلگون دنیای از آتش، شب آمد سایه افکن شد به بام آبی دلکش. غروب آقا کار ندارم حالا میگه غروب عروس دلفری به آسمان کم کم نمایان شد، هزاران ذره در دامان شب افتاد و سوزان شد، از آن الماس روشن کهکشان ها نور باران شد، چراغان شد تمام قصر پیروزه، چراغان شد. مرا با خود به بام آبی بی انتها بردی، ز دالان های تو در تو تا قصر خدا بردی، من عاشق کجا بودم مرا با خود کجا بردی، مرا بالاتر از افسانه و نور و صدا بردی، به من آموختی اعجاز کردن بدون بال و پر پرواز کردن، در آن پرواز رؤیایی بر سو پر کشیدم من، بر سوی نظر کردم کسی اونجا ندیدم من، نه تاج و تاجداری بود، نه عمامه داری بود، نه سردار نه داری بود، نه سنگ انداز دل سنگی، نه سنگ و سنگ ساری بود، فقط من بودم و من که می سوختم در آتشه من. چقدر زیباست، چقدر واقعا. خب از شما همچه انتظارم می رود، چقدر این شعر مناسب حالا روزگار با نفسهای خود ما هم هست آقای نظری. بله این واقعیت متاسفانه این واقعیت. بله سخن از چیز بود، از
آقای چیه الان ایران اداره میکنه؟ آقای خامنه ای که عرض کردم خدمتتون. این آقای خامنه‌ای که الان رهبره ولی یا ولی بقیه بله همون که عرض کردی. بله واقعیت قضیه اینه که متاسفانه آقای نظری خیلی از چیزها رو این نسل جوان ما که به هر حال در این 34 سال متولد شدن رو خب حالا رشد کردن، خوشبختانه بسیار هم آگاه هستن، اما خیلی از مسائل اجتماعی گذشته ما هم به خاطر نمیارن، نمیدونن. و خب حکومت هم که علی‌الرسول ممنوع کرده دیگه، وقتی حکومتی به قدرت میرسه اصلا موسیقی رو حرام میدونه. نه تنها موسیقی رو حرام میدونه، خیلی چیزها رو حرام میدونه. منتها این عقیده بنده است، این عقیده خود من هست که اینها دروغ میگن. اگر دروغ نمیگفتند خب کار نداشت، خیلی 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 عصبی هم میدونی چی میگم؟ احسان با احساس هنرمندی مثل شما با اون احساس میدونم گاهی واقعا این واقعیت ها رو که خواهد بیان کنه آدم تحت تاثیر قرار میگیر که چه بر روز مردم آوردن. حالا مردم اصلا نون ندارن خدا شاهده بخورن، نون ندارن بخورن. واقعا گرفتاری وضع اقتصادی مردم وحشتناکه، وحشتناک، وحشتناک. آقا شما چرا رفتی اون گوشه؟ خب عرض کنم که آقای علی نظری شما تا این اندازه که واقعا با این دقت و توجه مسائل ایران رو دنبال میکنین، میخوام یه سوال سیاسی هم بکنم. تصور میفرمید که ما چرا در زمینه روشنگری واقعا از هنرمندانمون، از شعرهای خوبمون نتونستیم اون بهره کافی رو ببریم؟ ببینید شما نگاه بکنید در اون دورانی که جنبش آزادی قوی مشروطیت به راه میفته، یه آدم که خب هنرمندم بوده، طبع شعری داشته، موسیقی هم میدانسته، اینقدر این تحت تاثیر خواسته مردم خودش قرار میگیره که تمام اون نعماتی که اون شاهزاده بهش دادن میرزه دور. عارف قزوینی میگم بلد. حتی عمامه از سر ور میداره، عباش در میاره، چکمه هاش میپوشه، میاد در جمع آزادی خواهان و شروع میکنه به گفتن شعرهای انقلابی، ترانه های تحریک‌آمیز که خب هنوزم که هنوز ما وقتی میشنویم میبینیم که واقعا هنوزم اینها اون تراوت و اون تازگیری داره. من احساس شخصی رو میگم، من فکر کنم الان در حال حاضر هنوز اون ترانه از خون جوانان وطن لاله نمیده، اونه که اشعارش تصور میکنم خود عارفه، نه خود عارف قزوینی، از خون جوانان وطن لاله دمیده. بله 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 درست میفرمایید. این شعر و آهنگش از اون بله از عارف، هر دو عارف قزوینی است. بله بله میخوام اینو بگم که واقعا آقای نظر شما به عنوان یک هنرمند، یک هنرمندی که سالیان سال تصور میکنی که در این زمینه البته کارهایی شده راجب ایران خوندن، آیا تونستن یک کاری بکنن که تأثیری مثل از خون جوانان وطن داشته باشه؟ امکان نداره، برای اینکه اون موقع شعرا و آهنگسازا می نشستن و اون چی که احساس می کردن بیان می کردن با الان خیلی فرق می کنه. حتی تا زمانی که من اجرا می کردم با زمان من فرق می کنه دیگه. وای به آدمایی که مثل همون آقای قزوینی، عارف قزوینی و دیگران. خب به هر حال هنرمندان ما در اون شرایط یک سهم عمده ای داشتن، حتی شعرها ما، حتی نویسندگان ما، روزنامه‌نگاران ما. متاسفانه به قول جناب علی الان آقای نظری زمانه عوض شده، یعنی اقتضاعات حتی همه چی رو تحت تاثیر خودش قرار داده. الان متاسفانه اینطوری هست، همینطور که فرمودید اینطوری هست، یعنی که تو این تصور میکنم خودتون بهتر از هر کسی میدونید که توی آمریکا زندگی کردن فقط مادیات، فقط مادیات و آدم گیج میشه که
ای خدا آخه چقدر مادیات. بله بله واقعا. خب اینجا که دیگه آقای نظری دنیای مادیات کشور سرمایه‌داریه، ولی این حتی در کشورهایی که به هر حال ما خودمون ایران مثال میزنیم این گونه نبود. من شنیدم اونجا الان انقدر مردم اسیر و گرفتار شدن، وضعیت رو آنچنان آشفته کرده این حکومت جمهوری اسلامی از نظر معیشتی، مردم دیگه متوسل به دروغگویی میشن، ببخشید خیلی عذر میخوام، متوسل به این میشن که آقا سر خواهر خودشون هم یا برادر خودشون هم کلاه بذار. اینا نیازه دیگه، احتیاجه، چون میگن که خیلی عذر میخوام وقتی فقر حاکم بشود تمام این منفی‌ها برمیگرده باز به مردم. حتی اگر راجع به خیلی از میخوام اینو من میگم بینندگان ارجمند، واقعیت این همه من شنیدم راجع به این تنفروشی و فحشا سخن میگن، ریشه اینا همه در فقره. حتی اعتیاد دارم که عنوان میکنن جوانهای کم سن و سال، میگن بچه های 12 سال هم معتاد میشوند، باز هم این ریشه در فقر داره. کی این فقر رو به قول آخوندها نهادینه کرده؟ خود جمهوری اسلامی دیگه، غیر از این نیست. این واقعیت شما میفرمایین. باید عرض کنم خدمتتون که فقر از بدبختی، جز از بدبختی یا چیزی نمیاد که. بله درسته، درسته. در زمانی که ما زندگی میکردیم در ایران، بله، فقر بود. بله نمیشه گفت نبود. بله درسته، اصلا نمیشه گفت نبود. بله ولی اینقدر زیاد نبود آخه. بله درسته، اینقدر درسته. زندگی ماها، آدمایی که تو زندگی ما روش میکردن، مثلا بهتون بگم فلان کس خب درشکه میومد میبردش، یا ماشین میبردش، ولی ما پیاده میرفتیم. خدا شاهده امنیت پیاده روی لاغل داشتیم، لاغل امنیت داشتیم. خیلی مهمه، به امنیت الان وجود نداره. عرض کنم که آقای نظری عزیز، از جالبه برای خود من یه تجربه است که واقعا هنرمندی مثل جناب عالی خب به مسائل روز بی توجه نیستید. این جالبه که هموطنان ما بدانن که آقای نظری، همیانان عزیز و گرامی، مسائل درون مملکت هم دنبال میکنه و وضعیت بد اقتصادی که الان گریبان بسیاری از هموطنان شریف و عزیز ما رو گرفته، که ما هممون از این بابت واقعا متاثریم، متعلمیم، ولی چه باید بکنیم؟ و باز هم باید به توان و قدرت مردم خودمون تکیه کنیم. این قدرت مردمه که میتونه استبداد رو سرنگون کنه، همچنان که در دوران مشروطیت حضور مردم بود، آمدن مردم بود، در کنار مردم هنرمندان بودن، نویسندگان بودن، روزنامه‌نگاران بودن، بالاخره مبارزین و آزادی‌خواهان تونستن موفق بشن بر استبداد غلبه کنن. و بیگمان این استبداد دائمی نخواهد بود، این دوران سپری خواهد شد. 100% 100% سپری خواهد شد. و باید عرض کنم خدمتون که سخن از دل ما میگوید، سخن از درون ما میگویی. دوست عزیز، رفیق، نازنین، مگر اون زمان بدبختی نبود؟ بود، منتها آدم وای میساد جلوش. بله وای میساد جلو بدبختی، ولی الان نمیتونه. الان حرف بزنی همون حرف میبرتت بالای دار.